ما در ارتفاع پست و موشک های کروز رو مورد هدف قرار بده. انگار نمیدونه که این سلاح خوردنیه یا پوشیدنی. میگن که یک آدم از مرحله پرتی مثل همین پاسداره رفت دزدی مسلحانه. اسلحه‌اشو گذاشت پشت سر صابخونه. گفت اگه جا تکون بخوری با لگد میزنمت. سلام. شاعر میگه چرا غم میخوری از بحر مردن؟ مگه اونایی که غم خوردن نمردن؟ از قدیم گفتن مرگ حقه، هر کی میخوای باش، هر جا میخوای باش، بالاخره دیر یا زود یختو میچسبه. یعنی یخه منو مقام عظما و این آی دکتر بزن بادرم. آره سب کو بیدم ناکس، از جون خودت میخوای خرج کنی بفرما خرج کن، از جون مقام عظما خرج کردی کردی، ولی حق نداری دست تو جیب من یعنی تو جون من بکنی ناکس. آی دکتر بزن بادر، شما که خودتون منو میشناسین، من یه تار موی شما رو به هزار تا مقام، به هزار تا از این چیز عوض نمی کنم. خودت میدونی تو تنها استراتژیست نظام هستی، خب تو دست راست مقام عضو هستی، خب نباشی ول معطلا همه فرمانده اخلاقت هستم. بابا توی درایت، توی سخاوت، توی شجاعت، توی قدرت، هر چی که من نگاه بکنم همه این صفات برازنده شماست. با آقای که با این البته صفت فروتنی و شکست نفسی ما رو باید بگی، برحال با این حقیقت گویی که میکنی بازم رفتی تو دل ما. روشن شد یا نشد؟ میخوام بهت بگم که مرحوم عبوی هم خیلی وقت قبل از تو همین صفات رو در ما تشخیص داده بودن. همیشه میفهمودن بزن ماها دور، عرض میکردن بله، میفهمودن که تو درایت به کاسپاروف گفتی زکی، تو سخاوت هم که برای خودت یه حاتم تایی هستی که بیا و ببین. من ده حتی از کوچیکی وقتی که زیر پشه بندم میخوابیدم دست رو از زیر پشه بند میذاشتم بیرون، به خاطر اینکه پشه ها به کلی ناامید نشن. میخوام بگم که واقعا یک ترکیب عجیب و بدی از درایت و هوش و خلاصه سخاوت در مهمونایی که دعوت میکنی هست. اینو خلاصه داشته باش به عنوان یک نقطه مثبته. بگو ببین آقای دکتر بزن بادر، آقای رفسنجانی و تعدادی از دوستاشون رفتن پیش مقام عظما تا از بد اخلاقی های انتخاباتی که واقعا دلشون رو سوزنده بود گله کنن و حمایتی از ایشون بگیرن، ولی از مقام عظما هم آبی براشون گرم نشد، خلاصه دماغشون هم سوخت. هم دلش سوخت هم دماغش. خب خوبه دیگه، دو گان سوز شد. روشن شد یا یه گان هم برای تو بسوزونم. آیه دکتر، بعد از داستانی که تو خلیج اتفاق افتاد، منظورم همون داستان قایقا و ناوها و اینها بودن، این سردار فدوی جانشین فرمانده نیرو دریایی سپاه با توسل به چفیه و آب میوه قضیه رو رفع رجوع کردن. بعد از اون مقام عظما بهشون گفتن دیگه تو گشتای دریایی هارت و پوت نکنن. نه فقط گفتن، گوششون هم کشیدن و گفتن. بله، ولی شنیده شده که ایشون تو محفلهای خصوصی میشینن و در مورد این عملیات بزرگ چفیه و آب میوه بازم هارت و پوت میکنن. این چه معنی میده؟ چرا کسی به حرفای مقام عظما گوش نمیده؟ بابا اولا این که کسی نیست، این بیشتر ناکسیه. بعدم تلاش کرده گوش بده، متخوب شعورش همینقدر میرسه. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن با هادور، عرض میکردن بله، میفهمودن که یک از مخراحتی گفت دکتر بهم گفته موقع کار کردن سیگار نکش، بعد بهش گفتن که پس حالا دیگه سیگار نمیکشی؟ گفت نه دیگه کار نمیکنم. اینم شعورش نرسیده که هارت و پورت رو قطع کنه، رفته گشت دریایی رو قطع کرده. آیه دکتر، تو خبرها اومده بود که انترپول یه نفر رو به دلیل شباهت اسمی با سبزعلی رضایی دستگیر کرده. این انترپول با این همه ید و بیضا و عرض و طول عجیب نیست که این اشتباهو کرده؟ اشتباه نکرده، اتفاقا درست زده به خال. هدفش همین بوده، اگه خودشو میگرفت انقدر تو دل خودشو بقیه مقامات نظام آشوب نمیشد. من خبر دارم که پشت صحنه چه خبر بود. تو بوکس بعضی وقتا هست که مشت طرف از کنار گوشت رد میشه،
اون وقت صدای وف بشه میشنم یا زانوات سوس میشه، چون که حساب میکنی که یکی دوتا از همینا قراره بخوره وسط دماغت. آیه دکتر بزن بهادور، اخیراً سردار جعفری فرمانده سپاه و بسیج در یک موضع گیری شداد و غلاظ آنچنان گفتن که این پایگاه های استکبار در سراسر جهان میزنیم و در تیرسمون هستن که مو بر بدن همه راز شد. ولی ایشون این صحبت ها رو همیشه میکنن، این حرف ها رو میزنن ولی نمیتونن عمل کنن. چرا این کار رو انجام میدن؟ به خاطر این که حرف مفت مالیت نداره، اما اگه بخوایم کار بکنی باید قیمتش رو بدی. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که یکی بود که هم تنبل بود هم پپه شوت شعور ندیده. بگفتن تو برای چی کار نمی کنی؟ میخواست بهانه بیاره، گفت میترسم کار بکنم حقوق بهم کم بدن. روشن شد یا یه حقوقی بهت بدیم. ولی به هر حال هر مقفل وضعیت اینی ببینم واقعا دلم بیسوزه. میخوام بهت بگم که اگر روزی به یادت گریه کردم بدون اون روز پیازی رنده کردم. به نظر میرسه که نشه فتنه ای رو در جهان پیدا کرد که رژیم آخوندی یه جوری درش نقش نداشته باشه. لبنان و فلسطین و سایر کشورهای منطقه که دیگه به قول معروف رو شاخشه. حالا بعضی وقتا تو فضای بحرانهای لاعلاج و ضربات مستمری که از مردم و مقاومت ایران و در سطح بین‌المللی دریافت میکنن دیجوی جمع میشن و یه چیزایی رو این وسط ها لو میدن. مثلا یک سایتی داره رژیم به نام جهان که توش تیتر زده خبرنگار فارس، یعنی خبرگزاری فارس رژیم، در بیروت به شهادت رسید. توی این خبر لو داده که یکی از عواملش که کشته شده با پوش خبرنگار تو بیروت کار میکرده. نوشته که از سال 1367، یعنی 19 سال پیش، عضویت رسمی و سازمانی در حزب الله لبنان داشته. بعد نوشته که در شب حادثه داشته ساماندهی اعتراضات مردمی میکرده. عجب خبرنگاری بوده. میگن که گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. در مورد رژیم گل و سبزه که چه عرض کنم، به انبوه چیزهای مختلف آراسته شد. یکی زده بالا دست سبزه، اونم اینه که توی همین خبر نوشته که هفته پیش هم طرف در ایران بوده.